درود بر شما خیلی خوش اومدید به داکیو دراما به آخرین قسمت از سریال جاسوسان جنگ جهانی دوم رسیدیم ولی من مثل قسمت قبلی این قسمت رو هم بازی موضوعی انتخاب کردم که مستقیما ربطی به موضوع جاسوس ها نداره غیر مستقیم ارتباط داره ها ولی برای حالا ایجاد تنوع و بررسی کردن یه سری موضوعات جذاب تر از پشت پرده جنگ این موضوع رو انتخاب کردم که در رابطه با یک بازجوی بسیار مشهور آلمان هاست به اسم هانس شارف و بعد وقتی اون رو بررسی کردیم زندگیش رو گفتم چیزای جالبی تو زندگیش هست میریم سراغ بررسی تکنیک های بازجوییش که بعدا حالا توسط اف بی مورد استفاده قرار میگیره توی ده های مثلا 1990 به بعد میلادی 2000 اینا که با تروریسم داشتن مبارزه میکردن این روش ها خیلی به کارشون میاد خیلی داستان داره این هانس شارف هانس شارف 1907 توی پروس شرقی به دنیا میاد لهستان کنونی توی خانواده بوده که پدر مادرش خیلی آدمای مثلا قوی و با اعتماد به نفسی بوده یعنی تو خونواده ای به دنیا میاد که بهش از همون بچگی چیزی میدن دیگه قوت قلبی یک پشتوانه خوبی بهش میدن باباش که اصلا تو دوره جنگ جهانی اول چیز بوده جم... جانباز جنگی شده بوده اصطلاحا و صلیب آهنین گرفته بود از ارتش امپراتوری آلمان مادرش هم که یک تاجر بود تو صنعت بود تو حوزه نساجی کار میکردن و کلا همچین ای بودن ولی جالبیش اینه که هانس با وجود اینکه تو این شرایط بزرگ شده بود روحیش خیلی به برادراش شبیه نبود به پدر مادرش شبیه نبود خیلی علاقه به هنر داشت حتی میره اشتودگارت اونجا دوره هنر میگذرونه و بعد مثلا هلو جوانی 20 سالگی به بعد میره آفریقای جنوبی جوهانسبورگ و اونجا تو کار فروش فعالیت میکنه فروش یه سری ماشین ها بوده که از طریق وزارت خارجه آلمان مثلا میفرستادن صادر میکردن به کشورهای مختلف اون شعبه ای که توی جوهانسبورگ بوده این هانس بعدن میشه اصلا مدیر فروش اونجا یه ارتقای درجه خیلی خوبی داشته پس چی شد یک فردی رو ما داریم که هم خیلی هنریه و این هنر باهاش میمونه حالا میبینیم اصلا تا آخر عمر این هنر بخشی از وجودش بوده خیلی علاقه داشته بعد تو کار فروشه و طبیعتا تکنیک های مذاکره رو یاد گرفته اونجا و چون اونجا زندگی کرد و بعدا با یک خانومی به اسم مارگارت که بریتانیایی بود هم آشنا شد و ازدواج کرد با زبان انگلیسی هم خیلی خوب آشنا میشه مسلط میشه به زبان و از اون مهمتر فرهنگ غربی رو هم خوب یاد میگیره با این کوله‌بار با این رزومه سال تابستان 1939 برمیگرد آلمان و خیلی اتفاقی همزمان با اینکه این توی آلمان بوده جنگ هم شروع میشه جنگ جهانی دوم و دیگه گیر میکنه توی آلمان این نمیتونه خارج تو اون شرایط کاری نمیتونسته بکنه خیلی سرگردان بوده و اصلا تو مثلا رویاه ها و تو خواب های شبانش هم هانس نمیدید که یه روزی عضو ارتش بشه وقتی که ارتش یه سری از افراد رو امثال هانس رو دعوت میکنه فرا میخونه و مثلا نظام وظیفه گفته خودش توی زندگی نامش که اصلا علاقه ای نداشت عضو باشه اصلا روحیه اینجوری نبوده ولی به هر حال مجبور میشه بره دیگه و حالا دوره آموزشیش رو که میگذرونه و اون فرایندهای اداری که طی میشه شده 1941 یعنی یه چند ماهی طول میکشه کیه وقتیه که آلمان حمله کرده به شوروی عملیات بارباروسا اتفاق افتاده و نیروی زیادی نیاز دارن که بفرستن توی جبهه روسیه تصمیم بر این میشه که همین هانس شارف رو هم بفرستن توی اون جبهه و انقدر مشخص تو اون دو بره زندگیش سرگردان بوده انقدر مثلا دیگه به هم ریخته بوده خیلی خودش مقاومتی نمیکنه در حال اعزام بوده یعنی گفته میشه مثلا یکی دو روز فاصله بود تا اعزامش به جبهه روسیه که خانومش مارگارت خودش شخصا میره دخالت میکنه و میگه بابا این یه سرمایه است برای شما زبان انگلیسی فول شما مگه مترجم نمیخواید توی این جنگ این آدم باهوشیه چرا مثلا میخواید اینو بفرستید کنار یه سربازی که مثلا هیچ مهارتی شاید نداشته باشه به غیر از مهارت جنگیدن فقط میخواید کنار اون باشه چرا یه استفاده بهتری ازش بکنید و عملا جونش رو نجات میده چون ارتش آلمان توی اون جبه خیلی کشته داد یه جنگ خیلی وحشتناکی بود دیگه بعد منتج شد به اون نبرد استالینگراد و یعنی هزینه زیادی بود احتمال اینکه هانس اونجا کشته میشد کم نبود شانس میاره در کل و میمونه توی آلمان در مرحله اول یه واحدای اون موقع داشت آلمان به اسم واحدهای پانزر یه سری گردان بودن که وظیفهشون مثلا کار با این تانکهای پانزر بود این تانک های پانزر هم خیلی برای ارتش مهم بود یعنی اون موقع اینجوری بود هر موقع میخواستن یه عملیات برقاسا رو ترتیب بدن قبل هرچی باید خیالشون از واحد پانزر راحت میشد خیلی این تانک ها با سرعت قدرتی که داشتن و حالا بخش های زیادی هم تو کار بود دیگه واحد مهندسی و پشتیبانی توبخانه و همه اینها با هر حال بود تو کار این هانس میاد به عنوان کسی که زبان انگلیسی بلده میره توی بخش اداریش کارهای حالا نامنگاری ها و اینها رو انجام میده و وسایلی که از انگلیسی ها میگرفتن یا از گذشته داشتن که انگلیسی بود این مثلا ترجمه میکرد که این اینه تو دفترچه راهنماش اینو نوشته همچین کارایی میکرد ولی خیلی دوومی نمیاره و با بالادستیهاش هاش هم دوچار مثلا چالش میشه آدم کمی نبود و نمیتونست بپذیره که با مثلا یه آدم مثلا خیلی سطح پایین باش رفتار بشه و اینجور که معلومه اون بالا دستی ها باش لج میکنن و میگن مثلا حالا ما میفرستیم یه جایی که اذیت بشی کجا شمال فرانکفورت یک مرکز بازجویی بوده که اسمش مثلا مرکز جمعوری و ارزیابی اطلاعات غرب غربی ها تمرکز داشتن رو اونها. اینجوری بود اون موقع توی آلمان که دو تا واحد اصلی بازجویی وجود داشت یکیش مربوط به ارتش میشد یکیش مربوط میشد به واحد بازجویی گشتاپو این مدلی کار میکردن وقتی یک اسیر جنگی رو میگرفتن پی او دبلیو نوشته میشه یعنی مثلا اگر جایی تحقیق خاصی چیزی بخونید تحقیق بکنید پی او دبلیو یعنی همون اسیر جنگی که می گیرن تو لیست باید باشه و همه با عنوان اسیر جنگی شناسی یه سری حقوق مثلا قائل میشن براش اینا اول بازجویی میکردن این پی و دبلیو ها رو و اگر مشخص میشد که طرف جاسوسه یا نه خود گشتاپو یک جاسوسی رو دستگیر میکرد دیگه سر و کارش با بازجوهای گشتاپو بود که خیلی بد ازشون یاد شده این یه مش آدم سادیستی بودن که حالا اگر سادیستی هم نبودن تو زندگی شخصیشون اونجا تو اتاق بازجویی هر کاری میکردن برای اون حالا آرمانهای خودشون دیگه مثلا هیچ خط قرمزی گویا نداشتن و جاسوس های غربی خیلی میترسیدن از اینکه گیرشون بیفتن تو ویدیوی کریستینا اسکاربک یه چیزایی یادتون باشه گفتم که چقدر بازجوها ترس داشتن از اینکه گیرشون بیفتن از اس اوی خیلی از اون بازجوهای زن و جاسوس های زن که گیر این بازجوها افتادن اتفاقات بدی براشون افتاد یعنی ترس داشتن با این شرایط حالا این هانشارف رفته توی اون مرکزی توی فرانکفورت که مربوط به ارتش کار اینها اینه تو واحدی میره که کارشون اینه وقتی اسرای جنگی رو میگیرند مرحله اول میان پیش اینا واحد مثلا پردازشه واحد اینه که اول ببینن طرف کیه چون وقتی فردی رو دستگیر میکردن اینم بگم هدفشون فقط خلبانهای غربی بود یعنی حتی خلبانهای شوروی هم نه خلبانهای شوروی رو میفرستادن یه واحد دیگه اصلا با اونها یه جور دیگه تا میکردن بیشتر هم امریکایی ها پس وقتی مثلا یه خلبان آمریکایی رو دستگیر میکردن به عنوان اسیر میگرفتن میآوردن توی این مرکزی که هانس شارف هم توش بود میگفتن خب تو کی؟ فقط یه خلبانی بود با یه لباس مشخص یه کد داشت مثلا کد فلان از واحد فلان همین هیچ چیزی دیگه راجبش نمیدونستن و وظیفه اینا بود که اطلاعات اولیه رو حداقل کسب بکنن اون موقع هانشارف به عنوان دستیار یکی از بازجوهای ارشد استخدام میشه خودش بعدا در مصاحبه با یکی از همین اسیرایی که بازجویی کرده بود توی آمریکایی بود طرف بعدا اون اسیره میشه زن... نویسنده زندگی نامه این هانشارف توی مصاحبه با این زندگی نامه نویسه دهها بعد میگه که من هیچ وقت برای بازجویی مثلا دوره خاصی نرفتم آموزش خاصی ندیدم فقط بودم و نگاه میکردم از طریق مشاهده و اتفاقا نقطه قوتش همینه یعنی نقطه قوت هانس شارف که حالا بعدا تو آمریکا اصلا اسمش میشه تکنیک شارف و به اف بی و مثلا سازمان های امنیتی یاد میدن از طریق همین مشاهده یاد گرفته بود مثلا نگاه میکرد میدید وقتی اینا میخوان از یه اسیر اطلاعات کسب کنن و طرف مقاومت میکنه میان طرف رو میترسونن میگن ببین تو یا باید با ما همکاری کنی که بمونی جزو این پی او دویلیو اسرای جنگی یا ما تو رو به عنوان جاسوس میدیم گشت و, پا و اونجا پدرتو در میاره اینجوری میدید که رفتار میکنن بعد این میومد تکنیک خودش رو اضافه میکرد کم کم داره یاد میگیره دیگه از همون روز اول که تکنیکی نداشته به مرور از طریق مشاهده یاد میگرفت میومد چه کار میکرد چون بعد یه مدت خودش هم میشه بازجو یکی از بازجوهای اون مؤسسه اتفاقی براش پیش میاد قبول میکنن که این ارتقا درجه پیدا کنه خودش هم بشه بازجو میومد مثلا به اون اسیر آمریکایی طوری باهاش رفتار میکرد که بهش بفهمونه من سمت تو هم یعنی میگفت چون تو همکاری نکردی این بالا دستی های ما مطمئن شدن تو جاسوسی چون میگن اگر نظامی بود میگفت دیگه وقتی چیزی نداره بگی یعنی جاسوس طرف و میخوان تو رو تحویل گشتاپو بدن خیلی اونجا بعد میگذره به دست منم بسته است نمیتونم کمکت بکنم تو فقط بیا چند تا اطلاعات به من بده که مثلا من بتونم تو رو نگه دارم خودش رو مدافع اون زندانی نشون میداد و حالا روش های دیگه که حالا کار داریم با اینکه روش ها چی بوده کار داریم فعلا داستانش رو دارم پی میگیرم و این کم کم موفق میشه هی رشد کنه از خیلی ها تونست اطلاعات کسب بکنه و اون اطلاعات خیلی تونست با آلمان کمک بکنه بعد چون این گفتم یک رزومه ای از گذشته با خودش داشت هم هنر هم زبان و فرهنگ غربی و انگلیسی و هم مذاکره با همین ها میتونست آدم ها رو جذب خودش بکنه و یک رابطه دوستانه که توش اعتماد هست بسازه یعنی هنر از طریق هنر یاد گرفته بود چطور روی روح و روان آدم ها تاثیر بذاره توی تجارت تو جوهانسبورگ یاد گرفته بود چجوری مذاکره بکنه حتی از طریق همین تکنیک و متد شارف خیلی ها اومدن چیزهایی رو برداشتن برای آموزش مذاکره یعنی مقالاتی هست تو اینترنت که به شما آموزش میده مثلا مذاکره بر اساس همین تکنیک ها حالا ما دیگه سمت اونا نمیریم ربطی نداره ولی جالب یعنی خیلی غنی روش هاش و چون فرهنگ غربی رو هم میدونه این اعتماد و مثلا راحتی بیشتر میشد بعد که به طرف میفهمون من سمت تو هم و اون یه خورده مثلا مجبور میشد وابده دیگه این شروع میکرد بهش محبت کردن سیگار بهش میداد الکل بهش میداد میگن بعضی وقتا از خونه غذا می آورد برای اینها جوک میگفت براشون شوخی میکرد مواردی ثبت شده که باهاشون پا میشد میرفت تو جنگل قدم میزد طرف یه چندین شبانه روز توی سلول انفرادی اصلا داغون له بعد این بهش میگفت قول میدی مثلا فرار نکنیم، اونم میگه آره میبردش تو جنگل دوتایی با هم قدم میزدن هیچ وقت هم گزارش نشد که کسی فرار کنه و مثلا یه مورد بود که به یک خلبانی که خیلی دلش برای پرواز تنگ شده بود گفته بود من حاضرم با همدیگه دیگه سوار هواپیمایی بشین از هواپیمای خودمون و بریم یه دوری با هم بزنیم اینو مطمئن نیستم که خودش هم بود یا فقط خلبانه رفته بود ولی منظور همچین اجازه بهش داده شده بود از طریق همین هانس شارف باهاش پا میشد تا مثلا بوفه یه سازمان میرفت براش چیزی خوراکی میخرید خیلی جالبه دیگه تو خودش میگه من موقعی مطمئن شدم میخوام بازجو باشم که توی یکی از اون مشاهدات اولیه دیدم یکی از این خلبان ها رو طوری دارن شکنجه میکنن انداختنش گوشه اتاق و این داره زجه میکشه و من از اون موقع مطمئن شدم که میخوام بازجو باشم یعنی با اون وضعیت رو که دیده حالا ببینید چه جوری داره در مقابل اون رفتار میکنه مثل دو تا دوست مثلا یکی از چند تا آدم مشهور رو این بازجویی کرده بود توی اون دوران یکیشون یه فردی به اسم گبرسکی گبی گبرسکی این خیلی مشهوره گویا و مش... اینجوری میگن که زبده ترین و مثلا مهمترین خلبان نیرو هوایی آمریکا تو دوره جنگ جهانی دوم بوده خیلی روش حساب میکردن و اینجوری باز گفته شده توی زندگی نامش که خیلی منتظر بود هانس شارف که این اسیر بشه حتی میگن عکسش رو زده بود تو اتاقش و وقتی خبر رسید که گبرسکی با هواپیما مثلا سقوط کرده و آلمانیا تونستن دستگیرش بکنن میگن خیلی خوشحال شده بود و اولین برخورد خیلی دوستانه باهاش حرف میزنه میگه اره من منتظرت بودم مثلا خوشحالم که حالا تو رو میبینم و حدودا 20 نفر بودن توی این سالها که هانس شارف بازجویی میکرد که هیچ وقت نتونست از اون اطلاعات بگیره از همه گرفت از همه فقط 20 نفر رو نتونست یکیشون همین گبرسکی بود و این دو نفر حالا بعد جنگ با هم رفیق میشن ها یعنی جزء دوستای خوب هم میمونن یکی دیگه از آدمای مشهوری که هانس شارف باشون مصاحبه کرده بود یک صدوان... صدوانی بود به اسم مارتین جیمونتی این مارتین جیمونتی البته اسیر جنگی نبود این سال 1944 خودش خلبان بوده توی ارتش ایالات متحده فرار میکنه و میاد آلمان و عجیبه چی میشه که اونم تو سال 44 که حالا آلمان قدری دست بالام نداره و نمیدونم واقعا عجیب بود برام که این فرار میکنه میاد آلمان و شروع میکنه به همکاری با نازی ها براشون کارهای تبلیغاتی انجام میداده اطلاعات به اینا داده بود مثلا براشون نوشته بود و خب طبیعتا تو مرحله اولی بازجویی باید میشده دیگه هانشار باهاش دیداری داشته توی اون جلسه بازجویی جنگ تموم میشه و آلمان شکست میخوره و آمریکا میاد روسی شوروی میاد کامل فتح میشه آلمان با امسال هانس شارک بوی کاری نداشتن یعنی هانس شارک جزو کسایی بود که هیچ اتفاق بدی براش نیفتاد بعد از جنگ این جیمونتی ابتدا همون سال مثلا 45 46 به عنوان کسی که فرار کرده از خدمت یه محاکمه ای میشه یه مثلا حبس کوچیکی هم بهش میدن و بعد از 6 ماه هم عفو میشه میگذره 1948 که میرسه فاش میشه حالا از طریق اف بی آی یا حالا جاهای دیگه فاش میشه که این مونتی فقط فرار از خدمت نبوده این خدمت کرده به نازی ها این خیانت کرده در حق کشور و قرار میشه دادگاهش برگزار بشه چون اسرای جنگی از جمله مثلا گبی گبرسکی و خیلی های دیگه هانس شارف رو میشناختند باهاش ارتباط میگیرند و میگن تو همچین کسی رو دیدی اونجا میشناسی میگه آره من خودم بودم توی بازجوییش و ازش دعوت میشه از طرف دولت آمریکا که تو پاشو بیا سال 48 توی دادگاه جیمونتی مثلا شهادت بده اینم پا میشه میاد آمریکا شهادت میده و نهایتا این جیمونتی 25 سال حبس میگیره وقتی که هانس شارف تو آمریکاست تو همون سال از طریق مقامات باش وارد مذاکره میشن که ما میدونیم تو متد خاص خودت رو داشتی توی بازجویی و آیا حاضری بیای اینو به ما یاد بدی این رو تدریس بکنی و اینم میپذیره و از همون موقع است که دیگه هانس شارفی که ما میشناسیم مطرح میشه میره توی پنتاگون سخرانی سخنرانی میکنه میره توی جاهایی که مثلا آموزش کده های نظامی واسه افسران امنیتی به اونا آموزش میده و تا دهه هفتاد همین فعالیت ها رو داشته و جالبه در کنارش حوزه موزاییک هم وارد میشه کلا طراحی داخلی و موزاییک خیلی علاقه داشته یکی از مهمترین جاهایی که طراحی کرده موزاییکش رو قصر سیندرلا توی والد دیزنی عکسش رو براتون میذارم خیلی جالبه البته اینم بگم توی پرانتز خیلی راجع به هانس شارف دیگه زیاد از حد تعریف و تمجید شده و من به این شک کردم که نکنه به این خاطره که همکاری کرده با غرب شاید آمد نمیدونم یعنی شما هر منبعی رو که باز بکنید بخونید من حالا تو دیسکریپشن منابعم رو میذارم چیز بدی هیچ وقت نگفتن راجبش یعنی مثلا این که راجبی فرشته دارن حرف میزنن دمش گرم که از خشونت استفاده نمیکرده دمش گرم که باعث شده یک روش جدید بازجویی ایجاد بشه که به حقوق بشر توش احترام گذاشته میشه پروتکل های مثلا مربوط به این حوزه توش توجه میشه به اونها دمش گرم از این بابت ولی من این شک برام به وجود اومد حالا دیگه کاری با این قضیه نداریم و همونطور که گفتم خیلی هم تاثیر میذاره توی روش های FBI یه مقاله ای داره شیکاگو لس آنجلس تایمز این مق... لینکش رو براتون میذارم لینک این مقاله لس آنجلس تایمز رو خیلی خوب مینویسه و نوشته که چه تاثیراتی گذاشت روی FBI من قبلا هم یه ویدیو راجع به بازجویی ساختم لینک اونم تو دیسکریپشن میذارم توی اون ویدیو هم راجع به این من توضیحاتی دادم حالا این رو داشته باشید با هانشار آشنا شدیم بیاییم بریم سراغ یک آزمایش علمی که انجام شد یه استاد روانشناسی تو دانشگاه گوتنبرگ به اسم آندرس گرانهاگ این کلا مشهور به کسی که داره تو حوزه یه تکنیک های بازجویی شارف کار میکنه یعنی شارف شناسه زیادم باهاش مصاحبه شده یعنی یه سری چی بکنید میبینید همه جا اسم این فرد هست این اومد یه آزمایش خیلی معروفی انجام داد برای اینکه مشخص بشه آقا واقعا چقدر تکنیک های شارف تاثیر میذاره تو روند بازجویی اومدن اینجوری یه آزمایش رو طراحی کردن که دو دسته از افسران امنیتی رو به صورت تصادفی به کار گرفتن یه سری شدن افسران آموزش دیده یه سری شدن افسران آموزش ندیده آموزش دیده ها کسانی بودن که یک دوره 150 ساعتی رو 150 دقیقه ای رو طی میکردن دو ساعت و نیم برای اینا دوره فشرده میذاشتن تکنیک های شارف رو سری بهشون میگفتن از طریق سخنرانی و حالا چیزهای مختلف میگفتن این روش شما باید طی بکنید افسران آموزش ندیده کسانی بودن که اون دوره ها رو طی نکرده بودن با همون متد مثلا معمولی که داشتن پیش میرفتن به این میان چی میگن میگن یک فرض کنید یک حمله تروریستی قرار انجام بشه به یکی از پایتخت های اروپایی به یک مرکز خرید ما نه زمانش رو میدونیم نه میدونیم قبل تعطیلات بعد تعطیلات اصلا هیچ چیز اطلاعی نداریم دو تا خبرچین داریم به اسم فاکس و ولف گرگ گور روبا اینا به ما یه سری چیزها گفتن و شما باید بتونید از طریق بازجویی اینها توی شرایط خاصی که ما بهتون میگیم بیشترین اطلاعات رو کسب بکنید و از کنارش میتونید با اون منابع ما که ولف و فاکس هم هستن با هر دوتاشون هر کدوم فقط 20 دقیقه تلفنی اسکایپ اسکایپ صوتی صحبت کنید این شرایط رو میذارن و میخوان حالا مقایسه بکنن که چیه نتیجهش فقط قبلش بگم که پنج تا تاکتیک توی روش مواجوی شارف و این پنج تا تاکتیک رو من اول میخوام برای شما معرفی بکنم خیلی جالبه بعد بریم سراغ نتیجه آزمایشه تاکتیک اول ایجاد فضای دوستان است باید کاری بکنید که منبع یعنی اون فردی که دارید باش بازجوییش می، میکنید احساس راحتی بکنه رفتارهای معقول و مقبول انجام بدید رفتار زنندهی نباید داشته باشید تاکتیک اول تاکتیک دوم هیچ وقت سریح سوال نکنید هیچ وقت مستقیم ازش نپرسید که بیا فلان چیزو برای من توضیح بده تو فقط باید شرایطی رو ایجاد بکنی که فرد خودش اطلاعات بیشتری رو هی رفته رفته در اختیار شما بذاره پس سریح نباید کسی سوال بکنه و توی این تاکتیک دوم خیلی تاکید دارن که نباید فشار بیارید بهش به هیچ عنوان نباید فشار بیارید تاکتیک سوم خیلی جالب تره باید توهم دانستن همه چیز رو ایجاد بکنی تو اون فرد باید اطلاعاتی که میدونی اطلاعاتی که مثلا خیلی عجیب غریب هم نیست را. شاید بخشش هم اطلاعات سوخته باشه و اونم میدونه که این اطلاعات درسته تو باید اینها رو بگی همون ابتدا کم کم بگی که من اینها رو میدونم و طوری مثلا لاف بزنی که اون احساس کنه تو چقدر اطلاعات داری نتیجهش چیه میگن حتی اگر اون فرد تصمیم گرفته باشه که حداقل همکاری رو هم با تو داشته باشه مجبور میشه چیزهایی رو بهت بگی که افسون بر این هاست یعنی اگر مثلا الف و ب و پ سه تا اطلاعات که شما قرار از این در بیارید شما اگر همون مثلا بخشی از الف رو به این فرد بگی که من میدونم این رو اون دیگه نمیتونه بیاد الف رو کامل برای شما بگه میگه خب اینو که بلده حالا کاملش هم میکنه و چیزای بیشتری هم راجع به الف میگه ولی فرضش اینه که خب شما الف رو میدونی پس میاد حداقل ب رو هم میگه شاید پ رو هم بهتون بگه که بتونه یه چهار تا چیز بیشتر در اختیار شما بذاره دیگه چون فرضش برای اینه که شما خیلی اطلاعات داری تاکتیک چهارم هم خیلی پیشرفته است نشون میده که چقدر روانشناسی پشت این متد بازجویی چی میگه میگه به جای سریح سوال کردن شما فقط باید ادعا کنید مثلا به جای اینکه به یارو بیای بگی که بیاد توضیح بده که فلان عملیات از اول تا آخر توضیحش بده که چی شد چی نشد بیا ادعا کن بگو مثلا توی این عملیات 500 نفر نقش داشتن طرف یا باید بگه آره یا باید بگه نه یعنی تو ادعای رو بگو که اون یا تایید کنه یا تایید نکنه رد کنه نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که برای اون فرد بازجویی شونده یه توهم ایجاد میشه که احساس میکنه کمترین میزان همکاری رو با تو داشته یعنی بعد از مثلا یک ساعت نیم ساعت بازجویی اون از اتاق میاد بیرون میره پیش مثلا داشته میره توی انفرادی اگر تو سوالات سریع کرده باشی و اون مجبور شده باشه پاسخ بده احساس شکست میکنه و میگه آه دیگه من هر چی میدونستم گفتم در صورتی که اگر از این تاکتیک چهارم استفاده بکنی و فقط تو موقعیتی قرارش بدی که تایید یا عدم تایید بکنه اون میره تو سلولش میشینه و پیش خودش میگه او من موفق شدم من فقط کمترین میزان همکاری رو با اون داشتم در حالی که نتیجه اینه که نتیجه هر دوتا یکیه تو همه اون اطلاعاتی که میخواستی رو از طریق این تایید یا عدم تایید ها به دست آوردی و تاکتیک پنجم اینه که حتی اگر حیاتی ترین اطلاعات رو هم در اختیار شما گذاشت طوری رفتار کنید که انگار بی اهمیته. یهو یه جوگیر نشید مثلا بگید آ این جوریه فلان خیلی چیز جالبیه ها مهمترین اطلاعات رو هم که بهتون داد خیلی عادی رفتار کنید انگار که چیز معمولی داره بهتون میگه به نظر میرسه که مثلا یک جنگ روانی علیه طرف به صورت خیلی دوستانه که اون هر چی انگار زور میزنه که مثلا یه کاری کنه شما تعجب کنی هی عقبتر از شما و ممکنه تو این موقعیت یهو یه چیزی رو فاش بکنه ناخواسته ناخداگاه برای اینکه مثلا نشون بده من چیزهایی میدونم همه اینها توی موقعیت های خاص جواب میدادن دیگه و اینا حاصل تجربیات مثلا ماها بازجویی هانشارف حالا نتیجه این آزمایشه چی شد خیلی مفصل توضیح داده شده ها من لینکش رو براتون میذارم اگر حوصله کردید و نیازود بخونید من فقط دیگه دارم اون جان کلام رو بهتون میگم همونطور که خب انتظار میره نتیجه این شده که اون افسران آموزش دیده ای که از تکنیک شارف استفاده میکردن اطلاعات بیشتری به دست آوردن ولی نکته اینجا چند تا تفاوت هست یکی از مهمترین تفاوت ها اینه اون منابع اون افراد بازجویی شونده که از اتاق بازجویی می مادن بیرون که یک افسر آموزش دیده بازجوییشون کرده بود وقتی خارج می شدن از اتاق بازجویی این احساس رو داشتن که ما کمترین میزان همکاری رو به خرج دادیم خیلی هوشمندانه است و بالعکس اون کسانی که توسط افسران آموزش ندیده بازجویی میشدن این احساس رو داشتن که ما نتونستیم مثلا همکاری نکنیم این رو هم توی پرانتز بگم این افرادی که بازجویی میشدن اینا خب همکاران اون گروه بودن و به اینا گفته شده بود که هرقدر شما کمتر همکاری بکنید پول بیشتری ما بهتون میدیم اگر ده درصد همکاری بکنید مثلا ما یه رقم زیاد بهتون میگیم میدیم اگر همه اطلاعات رو در اختیارشون بذارید مثلا ما کمترین پولی اصلا پولی بهتون نمیدیم یعنی برای اون فرد بازجویی شونده هم یک انگیزه وجود داشته که مقاومت بکنه خیلی آزمایش جالبی بوده این از این بعد در مقابل اون افسرانی که آموزش ندیده بودن گفته میشه پنج برابر از اون یکی افسر رو سوال پرسیده بودند این مسئله برای بازجویی اطلاعاتی امنیتی یک شکست دیگه یعنی شما وقتی مثلا میخواید بازجوی فنی بکنی فرق میکنه بازجویی فنی هی سوال 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 طرف گوشه رینگ میندازی یه جا ازش یه گاف میکی... میگیری میکشی بیرون و با اون گافه دیگه مجبورش میکنی که همه چیزا رو لو بده ولی توی این بازجویی که مثلا یه اسیر جنگی یا یه جاسوس جلوته سوال 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 خیلی جواب نمیده هر چقدر که بازجو بتونه با کمترین سوال بیشترین اطلاعات رو بکشه بیرون موفق تره و این افسرانی که از تکنیک شارف استفاده نکرده بودند پنج برابر بیشتر سوال پرسیده بودند این افسرا غالبا سوژه رو تحت فشار قرار میدادند و سوژه هم وقتی از اتاقشون می اومد بیرون احساس بسیار مثلا احساس بدی داشت نتونسته بود ارتباطی بگیره طبق تکنیک شارف بعد ارتباط گرفته میشد و از همه اینها گذشته این افسران نمیتونستن نیاز خودشون به اطلاعات رو پنهان کنند. اونم یکی از تکنیک و تاکتیک ها بود دیگه مهمترین اطلاعات هم که به داد تو خودت رو کنترل کن اینا نمیتونستن اینا مثلا یا هیجان زده میشدن یا به هر حال یه واکنش خاص نشون میدادن و شده بود چند باری که توی اتاق بازجویی از اینکه نمیتونن از اون فرد اطلاعات بگیرن جلو چش خودش اظهار نامیدی میکردن این دیگه یعنی شکست دیگه. یعنی اینو از تو ببینه به با عنوان یعنی تو شکست خوردی تمام کارت در این حد شارف میتونست مثلا به اون افسر رو کمک بکنه به اون افسر آموزش دیده خب این ویدیو هم به پایان رسید خیلی خیلی ازتون ممنونم که توی این سریال هشت قسمتی همراه من بودید برای خودم عید خیلی متفاوتی رقم خورد خیلی لذت بخش بود خیلی سخت بود اینکه شما هر روز ویدیو بدی واقعا کار سختیه ولی خود خب در کنارش خیلی هم حال کردم اینکه هر روز در ارتباط بودیم هر روز کامنتاتون رو میخوندم پیام هاتون رو میخوندم و خیلی لذت بخش بود هم راجع به این ویدیو اگر نکته ای دارید بهم به بگید هم راجع به کلیت سریال اگر نکته ای دارید حتما بهم به بگید چون گفتم قبلنم میخوام فصل به فصل اینجور سریال ها بسازم فصل تابستون البته فرم کنه سریال صوتی که گفتم و میسازم اما از پاییز دوباره این روند رو احتمالا یه دوره های تکرار کنیم حالا مثلا سعی میکنم این بار سوژه‌هایی هایی باشه که یه خورده مدرن تر باشه احساس کردم جنگ جهانی دوم برای خیلی همون جذابه ولی برای یه سری از افرادم خیلی مثلا کنجکاوی برانگیز نیست موضوعاتی که جدید گویا این ویژگی رو دارن و شاید حتی مفیدتر هم باشن نظرتون رو در این باره بگید برای فصل پاییز و زمستون سریالایی فصلی که میسازم تو اونها رعایت میکنم چیزهایی که میگید رو خیلی ممنونم ازتون از شرکت بین المللی مادیکا ممنونم که اسپانسر این سریال بود و پاینده ایران بزرگ بدرود